امروز برای شما همراهان و هموطنان، همزبانان در جای جای گیتی یک ختم بی‌نظیر از مجموعه پاکسازی چاکراها براتون آماده کردم که انشالله عزیزانی که این گونه ختم و پاکسازی ها رو دنبال میکنن حتما این ختم رو ببینن، چون این ختم یکی از مهمترین چاکراهای مادی هست، یعنی چاکرا شماره 3. بریم تا در ادامه بنده این ختم رو و نحوه انجامش رو برای خانم ها و آقایان توضیح بدم. با درود و عرض احترام و با نام و یاد حضرت حی قیوم، ایزد توانا، دادار پایدار، عزیزان همراهان کانال، ره پویان، علم آموزان در هر کجای از گیتی هستید و از هر رنگ و زبان هستید، امیدوارم که تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه و از کجی و تن نادرستی به دور باشید، همواره تن درست باشید، جیبتون، زندگیتون پر از برکات و نعمات زمینی و آسمانی و زیر توجهات حضرت حق باشید انشالله. عزیزان بارها یک مورد رو تکرار کردم و در هر جلسه اون رو گفتم، اینکه یک فوت کوزه‌گری داره علوم غریبه که شاید هیچ کسی این رو بیان نکنه، ولی بنده این تجربه شخصیم هست و بارها گفتم به پدر مادر، به بزرگترها، به ریش سفیدان، به حتی فرزندان کوچکترها احترام بکنید. عزیزان این دریچه های بسیار بزرگی رو براتون باز میکنه و جدی بگیرید این مسئله رو. اون عزیزانی هم که نعمت زندگی با پدر مادر ازشون گرفته شده، روح پدر مادرشون، بزرگترهاشون قرین نور حضرت حق باشه، و امیدوارم که اگر در غیر از وطن هستید انشالله در غربت سلامت باشید. عزیزان سپاسگزارم از همراهانی که همواره کانال رو با لایکاشون و کامنتاشون، با شیر کلیپاشون حمایت کردن. شما هم الان اگر که لایک نکردید حتما یک لایک زیبا، برای اینکه بسیار کمک بزرگی میتونید به کانال بکنید با این کارهاتون، با لایک کردنتون، کامنت گذاشتنتون. عزیزانی هم که سابسکرایب نکردن همین الان سابسکرایب بفرمایید و زنگوله رو حتما بزنید، کانال رو به دیگر دوستانتون انشالله ارائه بدید و توصیه بکنید. عزیزانی که در علوم غریبه و ختوم مشتاق هستن انشالله تعالی و بسیار کمک میتونید به کانال بکنید. کانال جدید هم برای شما عزیزان و آموزشی در شبکه رامبل بنده زدم که اون کانال رو هم حتما از توی دیسکریپشن و از روی تصویر لینکش میاد و میتونید در اونجا هم حتما فالو بکنید اون کانال رو و در اونجا هم برنامه خواهم گذاشت. بریم سراغ آموزش عزیزان. چاکرای ثروت شما میدونید دیگه، چاکرای شماره 3 میشه چاکرای ثروت و ما کلن چند تا چاکرا داریم، 7 تا اصلی هستند که این 7 تا اصلی چاکرایی هستند که 3 تاش مادی هستند و مادیات و جهان این بود سرکار دارن، بقیش نه، بقیش غیر مادی هستند و بیشتر انرژیکال هستند. البته همین هم مادیات هم انرژیت فرق نمی کنه، ولی اونها بیشتر غیر مادی هستند. چاکرای 3 یکی از مهمترین چاکراست در بدن عزیزان که ثروت و کنش و اصطلاحاً خیلی از مسائل رو در عالم الانی با خودش به همراه داره و متاسفانه در مملکت ما این چاکرا فکر کنم بر روی عزیزان در خاورمیانه هستن حالا یا نادرست میچرخه یا به چه صورت هست که اکثرا دچار مشکل هستیم. با پاکسازی این چاکرا میتونید بسیار بسیار از نظر رزق و برکت خودتون رو بالانس بکنید و چاکرا رو نورانی بکنید. خب عزیزان هم خانم ها هم آقایان میتوانند این ختم را کامل اجرا نمایند، هم خانم ها هم آقایان فرقی نمیکنه، این ختم رو میتونید کامل اجرا بکنید. حتی خانم ها در دوران زمان طبیعیشون که خب نمیتونن نماز بخونن، در اون دوران هم میتونن این رو قطع نکنن و انجام بدن. شرط اول این هست که اول ماه قمری شروع بکنید دوستان، این شرط حتمی است، شروع نمایید، یعنی این شرط حتمی است دیگه، اینجوری نیست که حالا ما بگیم که اگه بهتر است، نه حتمی است، این شرط حتمی است. مطلب دوم که حتمی است، قمر در عقرب نباشد به هیچ وجه،
در کی؟ در زمان شروع. اگر شما مثلا شروع کرده بودید 4 روز بعدش قمر در عقرب شد، مشکلی نداره، ولی زمان شروع به هیچ وجه شما قمر در عقرب نباید داشته باشید عزیزان، چون این ختم و این چاکرا به طور کامل با انرژی مغناطیس زمین و ماه در جریان هست. حالا عزیزانی که اون بسته مقدماتی ما رو خریداری کردن و در اونجا نجوم رو توجه کردن بهش، بنده مقداری در مورد ماه توضیحات مقدماتی دادم. حالا انشالله به زودی هم مرحله بعدی آموزش رو در یک کلیپ مجزا اعلان میکنیم در کانال، و عزیزانی که میخوان پیش ثبت نام داشته باشن پیش ثبت نام بفرمایید. خب پس این رو دونستیم که اول ماه قمری باید باشه. دوره چند روز است دوستان؟ دوره 40 روزه است، اما شما میتوانید 21 روزه هم انجام دهید، یعنی هم 21 روزه هم 40 روزه میتونید این رو انجام بدید، به هیچ وجه من الوجود مشکلی نداره. ولی من همیشه تاکید کردم که شما بهتر از ختوم رو اگر 40 روزه گفتن 40 روزه انجام بدید. 21 روزه رو عزیزان بنده خودم همیشه موقع توصیه نمی کنم، ولی عزیزانی میخوان حالا انجام بدن موردی نداره. خب عزیزان این عمل به هیچ وجه خط مندل ندارد، خط مندل به هیچ وجه ندارید شما. تحسین اختیاری است، میتونید تحسین بکنید میتونید نتونید، اما اسراف عمار حتما انجام شود، اسراف عمار رو حتما و حتما انجام بدید که عمار در کارتون فساد نکنن عزیزان. خیلی خوب عزیزان، تا الان اگر کلیپ رو لایک نکردید حتما همین از سایه به اندازه 2 ثانیه وقت بذارید لایک بکنید، سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید، زنگوله کانال رو بزنید و کامنت هم یادتون نره، شیر هم انجام بدید برای دیگر دوستانی که علاقمند این مباحث هست. خب عزیزان این ختم رو در روز قبل از شروع، وقتی میخواید که شروع بکنید قبلش حتما غسل و نیت انجام دهید. این عمل دوستان چی داره؟ 2 رکعت نماز داره هر شب، 2 رکعت نماز دارد هر شب. هر شب قبل از اینکه شروع بکنید باید این 2 رکعت نمازتون رو عزیزان باید بخونید، یادتون نره، حتما باید خونده بشه این نماز. و نمازتون الان من میگم به چه صورت باید بخونید. شما عزیزان نمازتون باید در رکعت اول بعد از حمد، در رکعت اول بعد از حمد باید 21 مرتبه چی بخونید؟ سوره کوثر بخونید. این سوره کوثر رو خوندید هر شب که اضافه، یعنی یه شب به بعد میرید از 21 باید هی یکی بهش اضافه کنید، شب دوم 21 به اضافه 2، شب سوم 21 به اضافه 3، همینجور تا 21 به اضافه 40 برسه، یا اگر 21 روزه میخواد بگید 21 به اضافه 21 بشه. پس رکعت اول متوجه شدید که بعد از سوره حمد باید سوره کوثر رو 21 مرتبه بخونید، هر شب یکی بهش اضافه میکنید. در رکعت دوم بعد از سوره حمد شما باید 7 مرتبه سوره چی بخونید عزیزان؟ و شمس بخونید. این دیگه بهش نمیخواد اضافه بکنید چیزی. خیلی از عزیزان شاید این روز براشون مبحث سوال بشه، دیگه همینجا من بهشون جواب میدم. فقط سوره کوثر شب یکی بهش اضافه، ولی سوره و شمس تا آخرین شب چه 40 روزه چه 21 روزه همون 7 مرتبه رو شما باید بخونید عزیزان. خب 2 رکعت نمازتون رو خوندید میرید. حالا عزیزان این مطلب خیلی مهمه، هم میتوانید در یک اتاق تنها ختم بگیرید، هم در یک اتاق همگانی، فرق نمی کنه عزیزان. مثلا عزیزانی که در یک اتاق با پدر مادر زندگی میکنن همونجا میتونن این کار رو انجام بدن، فرقی نداره. خب ولی خب آدم زمانی که عزیزان در یک اتاق تنها است تمرکزش بیشتره، حضورش بهتره، خیلی مهمه.
هم می توانید از شمع استفاده کنید هم از لامپ. فقط در این ختم اینجوری یا بقیه ختوم اصلا به هیچ وجه اینجوری نیست. هم شمع هم لامپ. بهتر است عزیزان که این چیزی که من بهتون میگم از شمع استفاده بکنید، مشکلی نداره. ولی خب حالا عزیزانی که نمیتونن از شمع استفاده بکنن مشکل نداره. عزیزان این عمل بخور دارد. بخورش حالا سندروس نبود، کندور، کندور سفید یا همون کندور لبان اونسا بهش میگن، باید ازش استفاده بفرمایید. خب حالا میرسیم به قسمت اصلی. پس صبح رفتید غسل کردید، نیتتون رو انجام دادید، شب دو رکعت نمازتون رو خوندید، بعد از نماز حالا در همون اتاق یا جای دیگه نمازتون رو خوندید، بعد از نماز باید برید سراغ ختمتون دیگه. ختم رو هم عزیزان باید شروع بکنید. ختم به چه صورت هست؟ عزیزان دوستان یک آیه‌ای هست در شماره 2 و 3 سوره طلاق. آیه این هست، شاید بارها از دهن من شنیده باشید، و من یتق الله یجعل له مخرجا تا شین قدرا، به کل شین قدرا. تا اینجا در سوره، در آیه شماره 2 و 3 سوره طلاق هست، از 2 شروع میشه تا 3 ادامه پیدا میکنه. این آیه رو شما عزیزان باید بعد از اینکه نمازتون رو خوندید، 14 صلوات مخصوص رو گفتید و خب تحسین اسراف حالا انجام دادید، تحسین هم خواستید انجام دادید یا نه، بعد این عمل رو 217 مرتبه باید این آیه را بخوانید. عزیزان این آیه رو 217 مرتبه باید بخوانید. حالا عزیزان اگر شما بتوانید، این چیزی که میگم توانستنه، اگر این آیه رو بتونید حتی 40 عدد را در سجده بگویید، اثری که داره صدها برابر میشود، چون شما جز نشیمنگاهتون پیشانیتون هم بر مغناطیس زمین تأثیر گرفته، کف دستاتون هم همچنین کف دوتا کف دست چاکرای ورود خروجی فرعی بسیار قدرتمند هستن. پس اگر تونستید از این 217 مرتبه 40 عددش هم شما در سجده گفتید، بسیار بسیار عالیه. نتونستید 21 دونه، نتونستید هم که مشکل نداره، در همون حالت نشسته که هستید بگید، هیچ مشکلی عزیزان نداره، حتمی نیست، ولی بگید خیلی خیلی اثر بیشتری داره. لباس عمل دوستان سپید است یا زرد یا نارنجی، این هم از نظر لباسیتون که لباس عملتون باشه. دوستان بارهای بار توصیه کردم از دروغ، تهمت و بددهنی و قضاوت مخصوصا و پشت سر مردم غیبت کردن و اینها به شدت بپرهیزید. از یه ور میخواد یه چاکرا رو درست بکنید، 10 تا چاکرا دیگه هم خراب میکنه، 10 تا جان بی فاتحش رو میخونید. پس لطف بکنید، به خودتون رحم بکنید. این همه زحمت میکشید، عوض این که 10 قدم به جلو برید 10 قدم به عقب برمیگرد. پس این رو یادتون نره عزیزان. این عمل عزیزان اگر درست شما انجام بدید، قول بهتون میدم، این رو قول بهتون میدم که شما اثر مثبت اون رو بر روی باب رزقتون، بر باب رزق، بر باب ثروت، بر باب کار و روابط اجتماعیتون و و و و و, و اینها خلاقیت هاتون اینها مشاهده خواهید کرد و اصلا کلن متحول میشه فضای خونه شما و اون برکت خونه شما و گردش انرژی در منزل شما، حتی روابطتون با دیگران. این رو درست انجام بدید عزیزان و دوستان. بارهای بار من این رو تکرار کردم. حالا یه مسئله دیگه ای هم هست، در طول روز
بعد از نمازها تا میتوانید چی بخوانید؟ والله یرزق من یشا به غیر حساب، والله یرزق من یشا به غیر حساب. تا میتونید عزیزان این رو بخونید، آیه الکرسی هم خب بخونید، ولی عدد بهش ندید. 20 تا بخونید، 40 تا بخونید، 30 تا بخونید بدون عدد. تا میتونید بخونید، یقینا بنده به شما قول میدم که معجزاتی رو مشاهده میکنید که والله اعلم. فقط دوستان رازدار باشید، نماز و به کسی هم هیچ حرفی نزنید از چیزایی که میبینید اتفاق میفته یا حکایتایی که به صورت معجزه ممکن در زندگی شما اتفاق بیفته. عزیزان بزرگواران، کانال رو حمایت بکنید. عزیزانی که میتونن کانال رو مالی حمایت بکنن در خارج هست از طریق لینک پیپل، هر چند کوچک بسیار بزرگ هست برای کانال. عزیزانی که با لایکاشون با کامنتاشون بسیار کمک میکنن و کانال به شدت به حمایت شما نیاز داره. عزیزان دوستان 10% تخفیف تا 72 ساعت آینده برای عزیزانی که سفارش انگشتر دارند و سفارش بدهند، انگشتری که خاتمی که میخوان رو، تا 10% تخفیف براشون اعمال خواهد شد. عزیزانی هم که چاقو برای مندل سفارش دادن، تعدادی از عزیزان سفارش دادن، تعدادی دیگه موندن که حداقل تا 3 روز آینده حد اکثر دیگه به سفارشتون رو بدید که انشالله شروع بشه انجام امورش و براتون انشالله ارسال بشه. عزیزان کانال ها رو حمایت بکنید، کانال جدید ما رو در شبکه رامبل هم فالو و سابسکرایب بفرمایید. همراه ما همیشه بودید، سپاسگزارم. خداوند به شما برکت بده، به زنده هاتون و به عزیزان از دست رفتتون نور و رحمت انشالله، و از اینکه این برنامه همراه بودید سپاسگزارم. و تا برنامه آینده بنده رو هم بسیار دعا بکنید و دادار پایدار یارو یاورتون.